سلام و خسته نباشید، به تحول امروز خوش آمدید. امارات اسلامی در نشست سوم دوحه اشتراک میکند. سخنگوی امارات اسلامی میگوید که پس از بررسی اجندای نشست تصمیم بر این گرفتند تا هیئت از سوی امارات اسلامی در این نشست اشتراک کند و افزوده است که هیئت بعدا مشخص خواهد شد. گزارش در این مورد. سرانجام امارات اسلامی با تایید اشتراک در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان به انتظار جهان و سازمان ملل نقطه پایان گذاشت. سخنگوی امارات اسلامی میگوید که یک هیئت امارات اسلامی قرار است در سومین نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر حضور یابند. در افغانستان اسلامی امارت یه وسط هزی به انشالله دوهی براتون که نسته که جورسی گردون وی که یه وقت در افغانستان در خلق و در نظام نمایندگی میکی. آقای مجاهد می افزاید که افغانستان به عنوان یک کشور تاثیرگذاری خود را در این گونه نشست ها می داشته باشد و کشورها باید بر نقش مهم امارت اسلامی ارج بگذارند. باید اشتراک کنه طالبان تا که بتوانن از موضع‌گیری خود دفاع کنند، جهان قناعت بدن، انتقاد که دارن، پیشنهاد که دارن در مجلس عمومی ارائه کنن. این به نفع افغانستان است، بایندی افغانستان است و بخاطر اصلاحات در اداره و انزوای افغانستان که تعامل صورت بگیره با جهان. این در حال است که پیشتر ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که تاجیکستان مخالف اشتراک امارات اسلامی در فعالیت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای است. اما یک مقام تاجیکستانی افزوده که کابلوف موضع کشورش را در این رابطه به گونه نادرست ارائه کرده است. امارات اسلامی افغانستان با تمام کشورها رابطه خوب و حسن دارد و این موضوع را تاجیکستان هم اخیراً پس رد کرده که شما رسانه را دنبال کرده باشید. و ما هم صدای مایی از بالای تمام کشورها به شمول تاجیکستان که امارات اسلامی افغانستان من حیث یک کشور منطقه رول مهم در نشست‌های منطقوی داره و باید او ارج گذاشته شود. دومی که امارات اسلامی افغانستان خواهان روابط خوب و اطمینان با تمام همسایه های خود است به شمول تاجیکستان. سومین نشست دوحه با حضور نمایندگان 25 کشور، نهادهای بین المللی و نمایندگان بانک آسیایی و انکشافی به روزهای 3 جون و 1 جولای برگزار خواهد شد. رهبری نشست را سرمنشی سازمان ملل متحد بر عهده دارد. شما را خوش آمدید میگم چاوش صاحب. میخوایم از شما بپرسم که تصمیم امارات اسلامی پیرامون اشتراک در نشست سوم دوحه را چگونه بررسی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما. سلام با ما وطنیم. تشکر میکنم. عزیز عید سعید قربان برای همه هم وطنهای عزیز ما و جهان اسلام مبارک باشه. امروز در عربستان سعودی و اکثر کشورهای اسلامی عید دارن. خب میان سر کنفرانس قطر، کنفرانس دوحه، این سومین کنفرانس است که به ابتکار سازمان ملل متحد سازماندهی میشه و به ارتباط موضوعات اطراف و پیرامون مسائل افغانستان. در این کنفرانس مسائل و مشکلاتی که در طول بیشتر از 3 سال، نزدیک به 3 سال امارت اسلامی در افغانستان حاکم است و هنوز از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، پرابلم و مشکلات های هم در داخل و هم در بیرون وجود داره. فشارهای کشورهای جهان، کشورهای همسایه و همچنین هموطنهای ما که در خارج زندگی میکنند، عده زیادی که در داخل هستند، پیشنهادات و طرحهای مسائلی که برای رفع مشکلات داخلی افغانستان در شرایط فعلی است در اونجا مورد بحث و ارزیابی قرار میگیره و در این کنفرانس به خصوص مسئله تعامل امارات اسلامی با جهان، مسئله روابط افغانستان با سازمان ملل متحد که هنوز موضوع چوکی افغانستان و دادن موقف و مقام که افغانستان باید در سازمان ملل متحد داشته باشه و هنوز به امارات اسلامی تسلیم داده نشده، این مسئله
مسئله کار زنا، مسئله تحصیل خانم ها، تحصیلات عالی برای دختر خانم ها و خانم ها و از این قبیل مسائل و مشکلات که فعلا دامنگیر مردم افغانستان است، کشورهای زیرداخل و بخصوص که به ابتکار سازمان ملل متحد. جناب چاوشی با معذرت صحبت شما را قطع کردم. مسائل را که شما یادآوری کردین که شاید نمایندگی کشورها و سازمان ملل پیرامون این موضوعات صحبت کنه که بحث چوکی امارات اسلامی در سازمان ملل است، در ضمنش بحث تحصیل و تعلیم دخترها و کار و آموزش در کل، این مسائل است که جهان روش صحبت خواهد کرد. چی فکر میکنید؟ امارات اسلامی که این موضوع را موضوعی داخلی افغانستان میداند، پیرامون این موضوعات آیا با جهان صحبت خواهد کرد یا خیر؟ خب ببینین، بعضی مسائلی است که مسائل داخلی افغانستان است، مربوط به افغان ها میشه، ولی نرم و استانداردهای جهانی در جهان معاصر قرن 21 که ما قرار داریم، محروم کردن کتله عظیمی از نسل بشر از تحصیل، تعلیم و دور نگه داشتن از او از حق، از ابتدایی ترین حق زندگی که حق تحصیل است، دور نگه داشتن از این سوالاتی است هم در داخل افغانستان هم در بیرون. موضوع کار، هیچ کس کسی را از کار محروم کرده نمیتونه به نام جنسیت. امروز ببینین اگر سر از این موضوع زیاد ادامه بیافه، این مشکلات دوام پیدا کنه، ممکن اتهامات کلانتری به افغانستان زده شه، ممکن موضوع اپارتاید جنسیت به ما بین بیایه که اگه این مسئله باز بیایه، مشکل باز افغانستان زیر قیودات بیشتری قرار میگیره، زیر تعذیرات بیشتری قرار میگیره که این تعذیرات ضرر از این متوجه مردم افغانستان است، متوجه اتباع افغانستان است، متوجه کشور ماست. امروز وطن ما با کشورهای جهان روابط تجارتی، اقتصادی، روابط بانکی، بسیار روابط ما امروز قطع شده و این قطع روابط به معنای ایجاد مشکلات اجتماعی برای یک ملت است. کسایی که در قدرت حضور دارند و یا حاکمیت را در دست دارن، اونا باید رسالت تاریخی خود هم در مقابل مردم خود، هم در مقابل جهان، هم در مقابل پروردگار حس کنن و او را عملی بسازن. و این مسائلی است که سر صدای سازمان ملل متحد و جهان و کشورهایی که از حقوق انسان ها در مقابل دولت هایی که حقوق شهروندای خود مراد نمی کنند، صدای از یک مرجع خواهد است. در طول می تاریخ بود مرجعی که بالا می شده. در دیگر کشورهای جهان مهم نیست که کشورهای اسلامی بوده یا نبوده یا دیگر ادیان بودن، ولی همو ادیان یا همو کشورهای که تابع همو قوانین مقررات بودند که با مردم خود ظلم و استبداد ستم می کردند، یک مرجع جهانی که همه پذیرفته شده و افغانستان عضویت از جور داره، این نرم ها و استانداردار نمیشه زیر پا کرد، از یا نمیشه گذشت. همیشه ببینیم، درست است اگر انتخابات نمی کنین به سیستم خود پیش میرین، کسی مشکلی نداره. اگر حاکمیت گرفتین بر مملکت حکومت میکنین، حق مسلم شماست، گرفتین نوش جان شما، ولی مسائلی است که وار باید رعایت کنین. حق مردم است، حق مردم زیر پا کردن جواب دادن کار داره. تشکر میکنم، به شما برمیگردیم. نادم صاحب به شما خوش آمدید میگم. میخوایم نظر شما را هم داشته باشم. تأثیر پذیری نشست سوم دوحه را با اشتراک امارات اسلامی برای افغانستان چگونه میدانید؟ به نام خداوند مهربان و بخشاینده، سلام برای شما و همکارانتان و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا نیوز. ببینید، خب نشست دوه زمان اهمیت خود داره، زمان میتونه تأثیر گذار باشه که خود ملت افغانستان مشکلات خود باید حل بکنه، خصوصا کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن و سرپرست حکومت سرپرست به دست دارن و جغرافیای افغانستان رو به دست دارن.
باید که به خواسته های مشروع مردم افغانستان تمکین بکنند که این خواسته های مشروع مردم افغانستان مطابق به خواسته های جامعه جهانی است، یعنی هیچ نوع تناقض نداره. بنان اگر وقتی اینا به خواسته های مردم افغانستان تمکین نکنند که حقوق ابتدایی که در قرن 21 شما شاهد از این هستین که حق تحصیل است از صنف 6 به بالا، حق درس خواندن در پوهنتون است، حق کار زن است، مشارکت سیاسی زن ها در هر سطح باید باشه. در شما در 57 کشور اسلامی ببینین، در کشورهای دنیا ببینین و زن ها از استعداد خاصی برخوردار هستند، در سطوح مختلف شراکت سیاسی دارن، در اقتصاد رول دارن، در همه عرصه‌ها شما ببینید که در دیگه کشورها سهم دارن. بنان در افغانستان هم افغانستان ایت کشور نیست که زنهایش کم استعداد باره. شما گروپ های روباتیک افغانستان دیدین، شما در دیگه عرصه‌ها دیدین که افغان ها پیشتاز هستن، حتی در دیگه کشورها که افغان ها درس میخوانن یعنی با نمرات عالی تحصیلات خود را پایان میرسانن. بله. شما از جمله مثلا دکترای دارین که مختری هستن در بیرون از افغانستان، حتی در پانتون آکسفورد دکتری داریم از افغانستان که مختری سیستما هسته. بنان اینها باید که به خواسته های ملت اول تمکین کنن. اینجا که در نشست دوه خود سازمان ملل خود سازمان شناخته شده است که افغانستان از سال 1946 عضو سازمان ملل متحد است، از جمله اساسگذارهای سازمان ملل افغانستان است. بنان خواستایی که جامعه جهانی از افغانستان داره خواستای مشروعی است که مطابقت داره با خواستای مردم افغانستان. یک دویی که چون امریکای کشور فعلا سرپرست به رسمیت کسته میشناسه، یک کشور با معذرت وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم با شما. وقفه کوتاه داریم. به ادامه برنامه خوش آمدید. نادم صاحب به شما برمیگرده میربانی. خب در این جلسه دوحه چون طالبان را به رسمیت کسا میشناسه فعلا و نمایندگی سازمان ملل هم نمایندگی دائمی به دستشان نیست و از او جمهوریت است، بنان باید که طالبان در جلسات بین‌المللی اشتراک کنند و خواستای خود را وصل جوابدهی باشند به خواستای جامعه جهانی که اینا چی میخوان. یک دو شما ببینید که رهبری طالبا با نیکتای پوشای که از دیگه کشورها است میشینن مذاکره میکنن گفتگو میکنن، چرا با افغانای خود گفتگو نکنن؟ چرا اینا نمیخوان که مثلا جامعه مدنی یا افغانا در اون جلسه اشتراک نکنن و خواستهایشان و گپایشان در نظر نگیرن؟ سعیست ما و مردم افغانستان هم ما نمیخوایم که با دزدایی که افغانستان بی حالت آوردن، دزدی کردن، چپاول کردن، براخره افغانستان بی حالت آوردن، یا با اوا مذاکره باید صورت نگیره، اونا باید به محاکمه کشانیده شه. اما افغانستان 40 میلیون نفوس داره، فرزندان متعهد داره، اشخاص متخصص داره که بیا باید که حرف زده شه و خواستای ملت در نظر گرفته شه و حکومت سعیس که حکومت اینا مشارکتی نمیخواهند بسازن، بله، ولی حکومت متخصص باید ساخته شه که افغانستان از این حالت بکشه. مثلا سیستم سویفت افغانستان فعال نیست، ارتباط بانکی نیست، ارتباط تجارتی نیست و افغانستان در میتونه که یک رول میوری به خاطر رشد اقتصاد کشورهای اطراف افغانستان و خود افغانستان بازی بکنه با او امکانات و پتانسیلی که افغانستان داره، هم در قسمت معادن و هم در قسمت از این که یک نقطه وصل، یک جغرافیای وصل برای کشورهای شمال آسیا، جنوب آسیا و شرق و غرب است، میتونه افغانستان رول بسیار بس ارزنده رو بازی بکنه. تشکر میکنم نادم صاحب. به شما برمیگردیم جناب چاوش صاحب. جناب نادم صاحب گفتن که شما را از افغان ها به عنوان جامعه مدنی اشتراک میکنن، چرا باید امارات اسلامی با اینا مخالفت نشان بده؟ آیا حضور افغان ها به عنوان جامعه مدنی در چنین نشست ها ضرور است، باید باشن یا خیر؟ چون طرف کلا فعلا امارات اسلامی و جامعه جهانی است. من فکر میکنم جامعه مدنی افغانستان
فعالترین جامعه مدنی در سطح جهان است و خصوص مبارزات اخیر در طول سالهای بیشتر از یعنی 20 ساله که شرایط هم در سطح افغان در داخل افغانستان و هم در بیرون مساعد شده، جامعه مدنی صدای خود می رسانه. جامعه مدنی از طریق شما اطلاعات جمعی، از طریق شما وسایلی که فراهم کردین، شما ژورنالیست ها، شما دستگاه های تبلیغاتی، دستگاه های روشنگری که در سطح امروز نه تنها در سطح افغانستان، در سطح جهان فعال هستین، امیل عزیز صحبت هایی که ما میکنین این صحبت ها به تمام جهان میرسه و سازمان ملل متحد، نماینده های از یا کشورهای مختلف و زبان ها بر زبانی میخواین شما صحبت کنین، ولی این صدا میرسه. جامعه مدنی فعال است، چی دعوت شن در اونجی و نشن. امروز سازمان ملل متحد هم میفهمه که جامعه مدنی افغانستان چی خواسته های معقول، مشروع، سالم و سازنده برای افغانستان داره و حضور از او حضور خود تثبیت کرده جامعه مدنی امروز هم در سطح افغانستان و هم در سطح جهان. امروز اینمی مسائل اگه ما حال امروز با شما به زبان دری صحبت میکنم، به زبان افغانی یا دوست دیگه ما به زبان پشتو، شاید یک ساعت بعد این مسائل ما با زبان روسی با یکی از تلویزیونای و اطلاعات جمعی از یا با ما مصاحبه دارن. کتال ده ها صدها مصاحبه را انجام شده و یک دوست دیگه ما از به زبان انگلیسی و زبانهای دیگه در اروپا. اطلاعات جمعی ما کاملا فعال است، هیچ کوتاهی نکرده. مهمی است که گوش شنوای برای حرفای سالم، سازنده، افغانی، اسلامی که وطن ما میتونه از بدبختی نجات بده، از این حالت نجات بده، از حالت فلاکتبار نجات بده و هیچ حرفای مطرح میشه که هیچ مخالفتی با عنعنات ملی نداره، با اصول اسلامی نداره. حرفای جامعه مدنی ما اکثریت از یا آنچه که منافع ملت است، منافع مردم است، آنچه که آبرومندی وطن ما میخواه و مطالبه میکنه، این گپا کاملا شنیده میشه. اما حضور از یا حضور گرم از یا در جلسات ضروری است، مهم است. اما چورسه با معذرت، فکر میکنین افغانایی که بیرون از افغانستان هستن و از شرایط فعلی افغانستان به گونه‌ای که نیاز است آگاهی باید داشته باشن ندارن و افغانایی که جامعه مدنی داخل افغانستان هستن، اشتراک کدامش بیشتر لازمی تر است؟ جامعه مدنی که در افغانستان حضور داره فعلا، اینا باید به نمایندگی از دیگه افراد جامعه اشتراک کنن، یا خیر افغانایی که بیرون از افغانستان هستن اونا باید اشتراک داشته باشن؟ ما فکر میکنم افغانایی که در داخل افغانستان هستن، جامعه مدنی و یا شخصیت های فعال جامعه مدنی که در درون افغانستان، در داخل افغانستان فعال هستن، هر روز لمس میکنن، مشکلات لمس میکنن، درد لمس میکنن، رنج لمس میکنن. امروز در میبینن که در اکناف و اقصای کشور چی میگذره، چی وجود داره، در شهرها، دیار، قریجات، اطراف چی مشکلات وجود داره. مسلمان که بیشتر میتونن واقعیت ها را انعکاس بدن، ولی نادیده نگیریم که کتله جامعه مدنی ما که در خارج هستن، بیرون هستن، هم اکثرا در داخل افغانستان هم به تماس هستن و ای که بیشتر میبینن که وضعیت کشورهایی که زندگی میکنن، تمدن به چی شکل است، زندگی مردم به چی شکل است، انسانها چی قسم به زندگی خود پیش میبرن، کشورها چی قسم برخوردی دارن با مردم. اینی تلفیق ازی، یک جا شدن ازی و همان کردن ازی کاملا ای بسیار مفید و ارزشمند است. ولی او شخصیت های، او دانشمند های، او کتله جامعه مدنی که در داخل افغانستان واقعا هر روز سر و کار با دردها و رنج های مردم داره، باید دعوت شن در کنفرانس ها، باید کنفرانس ها و ورکشاپ های هم در داخل افغانستان و هم در بیرون سازمان ملل متحد سازماندهی کنه. امروز میبینین یگانه مشکل مردم ما یه است که تا حال هر رنج و مشکلات و تکالیف در داخل متحمل میشن و هیچ کس ندیده که سرصدای از داخل بلند شه.
از یک ولسوالی مردم جمع شن، مردم پی برن پیش ولسوال که ولسوال مکتب ما واس کن، پیش مدیر معارف برن. این کار صورت نگرفته، خانوما رو پیش انداختن، دخترا رو به جاده ها روان کردن، ولی کار درست ای بود که مردها همین لحظه حرکت کنن. امروز به این طول مدت بیشتر از دو سال هیچ حرکتی از طرف شخصیت های ملی، انسان ها، بزرگا، موسفیدا، کلانا، پدرای اینمی اینمی فامیلا، پدرای اینمی دختر خانمایی که باید مکتب برن، قوم خیشای از یا و یا نزدیکان از یا هموطنان ما، یک حرکت شهروندی سالم را هیچ کس رد نمیکنه. امروز برن قناعت بدن، قناعت بدن علمای شهر مراکز، برن در قندهار شورای علمای قندهار قناعت بدن، باید جمع شن، باید یک حرکت به وجود بیایه برای از خواستا. هیچ نیروی، هیچ قدرتی در مقابل خواستای سالم، سازنده، اسلامی و افغانی مردم مقاومت کرده نمیتونه. و امروز خود از این تا اکثر علاقات بلند طالبان امیر میگن که از داخل افغانستان هیچ حرکت ما ندیدی. واقعا که هیچ کس ندیده، حرکت صورت نگرفته، کسی مردم از محل قریه و بلندشن برن بگن ما مکتب میخواییم، ما پانتون میخواییم. خب دیگه چی؟ اینا دلیل دارن، میگن که پس وقتی که مردم چوپه به این معنی که میخواییم که مکتب بسته باشه، میخواییم پانتون بسته باشه، مردم میخوای بسته باشه، ما هم بسته کردیم. تشکر میکنم. ای گپاره وقتی که برسانین و مردم برسانین، خود از او همون گپ میگن، مردم حرکت کنه که ما بفهمیم که اینو میخواین مکتبایشون واسه که ما اقدام صورت بگیم. ممنونتون، به شما برمیگردیم، وقفه کوتاه داریم. ادامه برنامه خوش آمدید. جناب نادم صاحب، میخوام از شما بپرسم، بانک سخنگوی امارت اسلامی گفته که تانوس ترکیب هیئت مشخص نشده که چه کسان قرار است در این هیئت جا بگیرن و به این نشست فرستاده شوند. به نظر شما ترکیب هیئت باید چگونه باشد تا امارت اسلامی بتونه در نشست سوم دوحه با دستاوردهای فراوان دوباره به افغانستان برگرده؟ خب آیات که تعیین میشه باید اینا صلاحیت تغییر داشته باشن که به با اونجا که میرن با جامعه جهانی که گپ میزنن و نماینده های کشورهای مختلف ارتباط افغانستان، اینا صلاحیت امیر داشته باشن که وعده ویده که میدن این امیره که پس به افغانستان میان عملی بسازن. اگر قرار به ای باشه که اینا برن اونجا وعده بدن اینجا باید از قندار یا اجازه داده نشه، پس معلوم است که مثل که خط روی یخ باشه. بنابراین ضرورت است، به خاطری که تنها امنیت فیزیکی برای کشور کامل نیست، یعنی امنیت کامل شده نمیتونه در زمانی که شما امنیت اقتصادی و امنیت روانی مردم را تامین نکنید. امنیت اقتصادی مردم با ارتباط با جامعه جهانی است که شما در جامعه جهانی ادغام شید، بعد از بتوانید کمک‌های جامعه جهانی را بدون کدام به اصطلاح ملاحظه جذب کنن و در رشد اقتصاد افغانستان جامعه جهانی نقش داشته باشه، بتونه کار برای مردم افغانستان پیدا کنه. او وقت است که شما امنیت اقتصادی مردم تامین میکنین. و حال خود امنیت اقتصادی مردم کاملا تامین نیست و بیکاری و بیروزگاری به اصطلاح فغان میکنه در افغانستان. چنانچه من تازه از افغانستان اومدم و دیگه ای که امنیت روانی تامین نیست. امنیت روانی به خاطر تامین نیست که مردم کلش پشت پاسپورت سرگردان است که از کشور فرار بکنن. ایده جوانا چون کار نیست فرار میکنن، ایده فامیلا به خاطر آینده طفلاشون که عقل درس خواندن رو ندارن، یا ودگی که امنیت روانی کاملا مختل، کل جوانای ما، کل دخترای جوان ما کلش به مشکلات روانی گرفتار شده به خاطر که اینا فغان و ناله از اینا به آسمان رسیده، یا استعداد دارن ولی حق دنس برشان داده نمیشه. از او واسه من فکر کنم که کسایی که آیاتی که تعیین میشه یا باید صلاحیت عامتام از قندار بگیرن و برن. دیگه ای که من پیشنهاد میکنم به اکثریت رهبری امارت اسلامی که اینایی که موافق به تحصیل و حق کار زنا هستن و مشارکت سیاسی زنا هستن، اینها از خیاق خیلی هستن. یعنی فکر کنید که 95% تا 99% رهبری
طالبای مردم طرفدار است. خب وقتی که شما 99% طرفدار تحصیل هستین، این 1% کیست که شما را نمیمانه؟ پس ضرورت است که اینم 99% یک شورای بسیار قوی را تشکیل بدن، یا برن به قندار بدن بیشیدن که خیریت خواه است. شما هم جامعه را به گیروگان گرفتین، هم مایی که در رهبری بودیم و هم در جهاد بودیم، ما را شما در گیرو گرفتین و آبرو عزت افغانستان به سطح دنیا شما پایمال کردین و ملت به یک چالش بردین، افغانستان را به طرف یک قیام میبرین. و از طرف دیگه شما بینید که فساد هم کم بیش رشد پیدا کرده ولی فعلا، و چی خود طالبان و چی کسایی که از سابق بودن یا به طرف فساد میرن، به طرف رشوت میرن در عرصه‌های مختلف، اینا فعلا به اصطلاح فساد بیداد میکنه. بعد اینا جلو فساد وقتی گرفته میتونن که اینا بتونن به مردم کار پیدا کنن، افراد متخصص در رأس کارا قرار بدن که اونا بتونن راه حل های برای حل مسائل اقتصادی افغانستان جستجو کنن که بتونن افغانستان از این حالت بکشن. و تا زمانی که افغانستان به رسمیت شناخته نشه، این مشکلات ها بارش مردم افغانستان میبره. حالا به نظرتان چی چیز باعث شده تا جامعه جهانی تاکید روی اشتراک امارات اسلامی در نشست سوم دوحه داشته باشه؟ خب شما جامعه جهانی ضرورت داره با کسی باید گپ بزنه، و برای که در غیاب طالبان با کی صحبت کرده میتونه. اینا بین خود جلسات مختلف شده، مثلا در تهران فرمات مسکو نشست داشته و نتیجه ما نمیبینیم، و مثلا در جاهای مختلف میشینن نشست های از ارتباط افغانستان. تا زمانی که نماینده های افغانستان در اونجا فعلا خود جغرافیا به دست طالبا هست و طالبا اشتراک میکنن و بعد که برن، من فکر میکنم که طالبا تنهایی نیست که از گروپ طالب که فعلا قدرت در انحصار از اونا هست اشتراک بکنن. من میگم که افغانستان خو مال خانه همه افغان هاست، که چی در بیرون از افغانستان چی در داخل افغانستان، و ای افغان ها باید اشتراک بکنن. یعنی یک هیئت ترکیبی از طالبا و افغان های دیگه باید برن در دوبه اشتراک بکنن و جامعه جهانی را قناعت بدن. اینجی برن همین هیئت پیش از اینکه میره برن به قندار با رهبری قندار باید بشینن که ما میریم در با جامعه جهانی میشینیم، ما میخوایم اونجی تصامیم گرفته شه در تصامیم کلیدی به ارتباط سرنوشت مردم افغانستان، به ارتباط تحصیل دختر اولاد افغانستان، به ارتباط پانتین ها و حق مشارکت سیاسی زنای افغانستان که نیمی از پیکار جامعه را تشکیل میده. بنان این همه که مسائل است که باید صحبت صورت بگیره، و من فکر کنم کسانی در ایت شامل باشه کلش افراد معتدل باشن، افرادی باشن که تحصیل گذار باشن و بتانن به یک نتیجه برسانند. یا حالا مثلا در طول مذاکرات دوه که با امریکا بود، آقای شیرعباس استانکزه یک شخصیت مطرحی که استدلال کافی داشت تا نیست که مذاکرات با کامیابی برسانه. فعلا در این نشست ها ضرورت است که چنین شخصیت ها برن در اونجا اشتراک بکنن، با جامعه جهانی و رهبری را اینجا قناعت بدن، بالاخره منجر به یک توافق بشه بین جامعه جهانی که افغانستان پس شامل جامعه جهانی شد و افغانستان به رسمیت بشناسن، بالاخره یک حکومت متخصصی که مورد قبول هم مردم افغانستان باشه هم جامعه جهانی باشه تشکیل بشه. مثلا شما 20 چند نفر از اعضای رهبری طالبان در لیست سیاه سازمان ملل است، تاله کشیده نشده، و افغانستان خو همین 27 نفر خو نیست، حتی در صفوف طالبان اشخاص افراد متخصص است، و غیر از گروه طالبان باید کسای دیگر بیانند به ایسی وزیر مقرر کنند که بتانن دست باز داشته باشن سفر کرده بتانن افغانستان خواهد کل افغان هست. بنان اگر به این نتیجه برسن و این کار بکنن بدون شک به یک دستاورد اینا میرسن. تشکر میکنم نادم صاحب، شما برمیگردیم. چاوش صاحب، آیا خواسته های امارات اسلامی از سوی برگزار کننده نشست سوم دوحه پذیرفته شده یا چگونه؟ چون امارات اسلامی خواستشی بود که باید روی تعیین نماینده ویژه صحبت نشه و همچنان در نشست دوم به دلیلی اشتراک نکردن که افغانستان یک طرف نبود، به عنوان ناظر گفته می شد که قرار بود اشتراک کنه، و همچنان جامعه مدنی که به گفته مقامای امارات اسلامی نباید اشتراک می کردن و
تنها و تنها باید امارات اسلامی به عنوان یک طرف قضیه اشتراک میکرد. چه فکر میکنین؟ آیا پس از بررسی آجندایی که امارات اسلامی داشته، امارات اسلامی قناعت حاصل کرده که جهان خواستای اونا رو میپذیره یا خیر؟ خب شرطای امارات اسلامی بود که آجندا باید همراه ما شریک شه. بله. و امارات اسلامی در اونجا نقش داشته باشه، نه تنها ناظر باشه و شنوینده باشه. مدت زیادی طول کشید، رایزنی های بسیار فشرده صورت گرفت بین دوحه و امارات اسلامی، سفرهای صورت گرفت، ملاقاتهای صورت گرفت، کوششهای زیادی هم از طریق سازمان ملل متحد، هم از طریق نمایندهای امریکا که در پشت سر بودن صورت گرفت. من فکر میکنم برای دو طرف یک مقدار انعطاف پذیری کردن که امارات اسلامی حاضر شد تا نمایندهای خود به این کنفرانس بفرسته و این نمایندهایی که به این کنفرانس میرن، یاد شما باشه این نمایندها اصلا صلاحیت هیچ فیصله ندارند که اونجا فیصله کنند. منظورتان نماینده امارات اسلامی است در نشست دوحه؟ بله بله. به چی دلیل فکر میکنین که اینا صلاحیت ندارند و اشتراک خواهند کرد؟ خب ببینیم، همون کسایی که در قطر در دوحه مذاکره کردن، قرارداد امضا کردن، امروز همون مواد اون او قرارداد که رسمی فیصله شده مراد نمیشه. در اینجا بازم مسئله دولت وسیع البنیاد به شکلی از اشکال مطرح میشه. موضوع کار و حقوق زنا مطرح میشه. موضوع تحصیل و تحصیلات عالی برای خانم ها مطرح میشه. مسائل دیگه اشتراک دیگه اقوام ملی زیر همی گپ کتال مسائل بعضی کشورها و سازمانها ملل متحد محکم گرفتن، این گپا مطرح میشه و اینا شاید این مرتبه بشنوند، گرچه در بسیار جای دیگه که شرکت نکردن اینمی ملحوظات بود که این گپا مطرح نشه. بازم من فکر نمی کنم یا تک میره آنقدر برای عزیز صلاحیت داده باشه که تمام مشکلات نزدیک به 3 سال افغانستان اینا در یک جلسه حل فصل کنن و همه خواسته رو بپذیرن و بس بالاخره برگردن و همه چیز خیر و خیریت پس از نو تغییرات بنیادی و کلی بیایه که در طول این مدت نماده باشه. اما چهار صبح شما از قرارداد دوحه صحبت کردین، از توافقنامه دوحه گفتین که نقض شده. اتهام نقض برای امریکا هم وارد است، به گونه‌ای که جامعه جهانی وارد میکنن. بیشتر امارات اسلامی میگه که این امریکا بوده که مدعی قرارداد به گونه‌ای که نیاز بود عملی کنه نکرده. پس چگونه میشه گفت که امارات اسلامی هم در نقض قرارداد دوحه دست داره، در حالی که امارات اسلامی موضوعات مشخص کرده، گفته روی این مسائل که موضوعات داخلی کشور ماست، اگر تحصیل دختراست، اگر کار خانماست، اگر آموزش است، این مسائل است که باید در داخل خود ما حل کنیم، نباید جامعه جهانی روی این مسائل تاکید کنه. نظر شما چیست؟ خب اینی میگه پارا اونجا قبول کرده بودن دیگه، باز بعد از اینکه به افغانستان اومدن بازی مسئله داخلی شد. حقوق مدنی حقوق مدنی است. از دو بود مورد مطالعه اگر قرار بدین، چیزی که مربوط به بود خارجی، تجاوز، مداخله و فشار ایالات متحده آمریکا، موجودیت قرارگاه نظامی و یا پایگاه نظامی، دادن پایگاه نظامی به آمریکا بود که ای اگر قبول نمیشه، یا که مردم افغانستان است که قبول نکنه. ولی امروز عملا تجاوز آمریکا جریان داره، امروز افغانستان بر فضای خود حاکم نیسته. از اون طرف فضای حریم هوایی است. بله، منظورتان حریم هوایی افغانستان است؟ بله بله، مسلمان حریم هوایی افغانستان امروز مورد تجاوز خشن کشورهای غربی ایالات متحده آمریکا و گاهی هم کشورهای همسایه اجازه میدن به این کار.
این موضوع علیحده و جدا است، ولی مسئله که مربوط به حقوق اجتماعی، تحصیل، کار، اشتراک مردم در امور دولتداری، سهم مردم در فعالیت های اجتماعی و سازمان های اجتماعی است و مسئله سهم تحصیل کرده ها، دانشمند ها، شخصیت هایی که میتونن مملکت رهبری کنن، حضور از یا در دولت، دولت مسلکی، دولتی که بتونه مدیریت کنه مملکت، امروز ضرور است. امروز بیشتر از هر وقت دیگه احساس میشه یک چنین ضرورتی. امروز ما در اکثر ادارات، وزارتخانه ها به این مشکل روبرو میشین. زمانی که به خاطر انجام یک کار بزرگ زیربنای اجتماعی اقتصادی مراجع میشه، کادرهای مسلکی که باید جوابگوی سوال ها باشه، جوابگوی حل مشکلات باشه، ما نداریم، مراجع میشه پس به اون کادرهای سابقی که با کمال تاسف یک تعداد از جو هنوزم همو کسایی که به وسیله واسطه، وسیله، رشوت و غیره مقرر شدن هنوزم در اداره وجود دارد و کارشکنی میکنن، باعث مشکلات جامعه و مردم میشن. بسیار تشکر. تشکر میکنم. برمیگردیم به شما. میان برنامه کوتاه داریم. به ادامه برنامه خوش آمدید. جناب نادم صاحب، برایند نشست سوم دوحه را با اشتراک نمایندگان 25 کشور، نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد و نماینده بانک آسیا و انکشافی، همچنان یک طرف امارت اسلامی، چگونه میدانید؟ آیا شرایط در افغانستان به گونه ای که نیاز است تغییر خواهد کرد پس از نشست دوحه یا خیر؟ خب بدون شک کسایی که در مسئله افغانستان زیدخل هستند، نمایندهایشان در این نشست هستند و خصوصا کسای کشورهایی که به افغانستان کمک اقتصادی میکنند مثل امریکا و دگرا و کسایی که تاثیرگذار است اینا اشتراک میکنند. بدون شک بی نتیجه نیست این نشست ها، ولی به هر صورت اینا هم میخواهند از طالبا بشنوند که دلایل که حقوق بشر نقض میشه، دلایلی که برای حق تحصیل برای دخترها داده نمیشه، حق درس خواندن در پوهنتون داده نمیشه، حق به اصطلاح کار برای زنها داده نمیشه، یا مثلا یک معاش را برای همه یک رقم تحصیل میکنن، در صورتی که همه انسان ها که ظاهرا متفاوتن، استعداد هم متفاوته. یک نفر پیجدی داره بدون هم 5000 میدی، یک نفری که صرف تا صرف 9 یا تا 12 خوانده بدون هم تو 5000 پیسه چیز معاش تعیین میکنی. اصلا عادلانه نیست تصمیمایی که اینا میگیرن. اینا همه که باید در این نشست حتمی است که مطرح میشه، از اینا سوال صورت میگیره که باید جواب بدن. دیگه مسائل دیگه است که حالا ببینید در امریکا، خب افغانستان متاسفانه که میدان کشماکش کشورهای اول قدرت هم است. امریکا که در 20 سال در افغانستان بود و به شمول شروکایش که میلیاردها دلار اینجا مصرف کردن، این مال وسایل جنگی از اینا مانده در افغانستان به میلیاردها میرسه، اینا خو به تفاوت از این نمیتونن ترشن. از او واسطه است که فعلا فضای افغانستان در دست امریکا است، متاسفانه. و همچنان شروکای منطقی مثل پاکستان هم همکار است با امریکا که افغانستان به این حالت آورده. شما باور کنید که زمان معاون صدر اعظم قزاقستان میخواست بیاید، یعنی یک روز پیش از آمدن اینا تقاضا کردن که مسئولیت فضایی بدن که تیارش به اتایان مسئولیت فضایی رو داده نمیتونیستن به خاطر که فضا در است افغانستان نیست. این هم میگه مشکلات ها است. طالب ها باید بفهمند که یک مسئله احساساتی است که ما میگیم امریکا رو شکست دادیم. خب شکست دادیم، چرا احتیاج هستین؟ چرا هفته 40 میلیون میگیرین از امریکا؟ بیاین که از این احساسات دستبردار شیم، سیاست اقتصاد محور را که میگین امور پیشکش کنین و فقط سیاست عدم دشمنی با دنیا و دوستی با کل دنیا باید داشته باشیم. یعنی دشمنی صفر، دوستی با تمام دنیا. و یکی که مثلا
دوستی با یک تعداد کشورها باعث دشمنی با دیگر کشورها نشه. یعنی یک سیاست متعادل در پیش بگیریم که به اصطلاح همه کشورها خود در افغانستان منافعشان تامین باشه. برای اینکه اگر این نباشه، شما ببینید که سر چینی ها حمله کردن، سر روس ها حمله کردن، و یا ای که میخواین که مثلا جمهوریت های همسایه شمالی افغانستان نام باشه، برای اینکه یک دردسر به روسیه باشه. این سیاست ها را امریکا و متحدینش داره که این کار بکنن. اما ما باید که اول قدرت خود، مشروعیت خود ما باید از مردم بگیریم که ما بایستی یک حکومت یا دولت قوی تبارز کنیم که تاثیرات سیاست دیگه کشورها سر ما کمتر باشه. در غیر از او اگر ایتا نمی کنیم، ما زیر تاثیر میریم. یکی در دیگه که در قرارداد دوه اونجی چهار ماده بود که هر با یکی از این چهار ماده که عملی نشه، در حقیقت چهار ماده عملی نشده حساب میشه. دیگه از او واسه باید و یکی مسئله نظارت بر گروپ های تروریستی را بر خود محفوظ دانست امریکا که باید چی کن نظارت کنه. ممنونتان آدم صاحب، فرصت کم است، باید از جناب چاوش صاحب هم نظر آخر شما داشته باشیم. چاوش صاحب، نسبت به نشست سوم دوحه در مورد افغانستان چقدر خوشبین هستید؟ من فکر میکنم که در نشست دوحه مسائل بسیار عمده، ضروری، حیاتی، مدنی در اونجا مطرح میشه. مثلا مشکلات یکی از مقدار مشکلاتی که فعلا در افغانستان است، امروز هیچ قانونی در اونجا رسمیت نداره. افغانستان دارای قانون اساسی نیست، قانون جزای مشخص نداره، حتی قانون ترافیکی ما در افغانستان که تصویب شده باشه و مقررات مراعاتش نظم اجتماعی در شهر رعایت کنه نداریم. ما این مسائل یادآوری میشه، گفته میشه، پافشاری میشه، سر همه مسائل مختلف به شمول موضوعی که یاد کردم با موضوعاتی که پیشتر گفتم، این بسیار مفید است، ضروری است که این مسائل گفته شه، تکرار شه و یادآوری شه که اگر میخواین مشکلات افغانستان برداشته شه، دروازه باز شه، روابط ایجاد شه، افغانستان به رسمیت شناخته شه، چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد برش داده شه، گروپ شامل در لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد از لیست خارج شه، تعاملات وسیع سازمان های کمک کننده به افغانستان و مؤسسات کمک کننده پس دو مرتبه به افغانستان فعال شه. این مسائل اگه میخواهیم این کارا رو باید انجام بدین. این کارهای خانگی شما، این کارهای خانگی است. این مسائل گفته میشه برای از جایی گروپی که میرن، اینو باید آمادگی برای شنیدن این مسائل داشته باشن که این موارد از جمله خطوط درشتی است که در اونجا یادآوری میشه و این برحق است که جامعه جهانی چی از طریق سازمان ملل متحد یا کشورهای زیدخل و یا غیر زیدخل که مطرح میشه و انگشت انتقاد، انگشت به طرف افغانستان دراز میشه. بسیار تشکر. ماری که انگشت دراز میشه باید جوابش داده شه. ممنونتان مهمانان حاضر در بحث که فرصت گذاشتید و اشتراک کردید. سلامت باشین. برنامه امروزی همینجا به پایان میرسد. تا دیدار دیگر. الله حافظ.